باز تنینی قدمت میرسد، مژده از هر مدمت میرسد. شور دیگر باز به عالم زند، جذبه تو در همه جا دم زند. مجلس فیضانی به پا شد دیگر، فیض بیابی تو از اینجا مگر. الحمدلله الذی هدانا لهذا ما کنا نهتدی لولا ان هدانا الله. بیشک جمله ثنا و صفت مر خدای راست که هدایت کرد ما را، و اگر او جد عظمته ما را به شهرهای مستقیم رهنمون نمی فرمود ما نبودیم گراهی آمیم. هزار گرامی، مهمانان عالی قدر، شخصیت های محترم فرهنگی و دانشمندان و اساتید گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نخست از همه تشریف آوری شما عزیزان را به محفل بزرگ داشت از 50مین سال روز 7مین بار زندانی شدن شخصیت عارف و مکتبدار بزرگ کشور مولانا محمد عطاءالله صاحب فیضانی و یارانش که تحت عنوان اصلاح فرد و اجتماع از دیدگاه مکتب علامه فیضانی تدوین گردیده است خیر مقدم میگویم. در آغاز به منظور تبرک بزرگ داشت با کمال اشتیاق از جناب محترم قاری صاحب دیبا کاظمی احترامانه دعوت می نواییم تا روی استیج تشریف آورده و با تلاوت از آیات کلام الله ربانی مجلس ما را معنویت بخشیده و آغازگر محفل ما باشند. محترمه دیبا کاظمی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان. الرحمن علم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء فيها فاكهة
الشقيقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صدق الله العظيم دستر او بكون کی سیختن تعالی با سپیشل نام سنا او بی پایا ستاینه ده هغه ستر رب ته وی چې د ټولو مخلوقاتو له ډلې څخه یې موږ انسانان خلق کړو د کرامت او پوهې زرین تاج یې رب سر کړ او زموږ روحونه یې د حکمت او تصرف پر ګاڼو مزین کړل سلام او درود دی وی د بشریت د ستر لارښود حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اروا ته چې په نورانی پوهې او وجود یې دا خاورین نړۍ سپیڅلې او نورانی کړه سلامونه او سلامتیا دې وي تاسو ټولو راغلو درنو ګډونوالو ته هیله من یو چې ټول ورک روغ او د روغتیا په جامه سنبال وي د علامه فیضاني اصلاحي خوځښت او د فرهنګي ټولنې غړي تاسو ټولو درنو ته ښه راغلاست وایي په خیر راغلئ او د خیر قدمونه مو پر لیمو نن د افغانانو د یووالي پرمختګ سلامتي او هوساینې ارمانجن اسلامی پوهاند ارواښاد مولانا محمد عطاالله فیضانی او د هغه د ویاړولو یارانو د اووم ځل زندانه کېدو 50 تلین لمانځغونډه ده یاده ټولنه ویاړي چې هر کال د یو داسې ستر روحاني شخصیت او مکتبوال یادونه او لمانځنه کوي چې ټول عمرې مسلمانان او بشریت د ځان اصلاح او یووالي ته رابللي د دې کنفرانس موخه او موضوع د فرد او د ټولنې پر اصلاح باندې راڅرخي هغه سترګې دې له درده په امان وي هغه سترګې دې له درده په امان وي اموخته چې په کتلو د قرآن وي له اغلې خور د باکاظمي څخه نړۍ مننه چې په ښکلې غږې زموږ زړونو ته سکون او ارامتیا وبښله اوس هم د علامه فیضانی د فرهنګي ټولنې د ښځو د چارو مسؤوله اغلې هوګۍ یوسفي څخه په خورا درنښت او ادب هیله کوو چې دریسته تشریف راوړي او د فرهنګي ټولنې پیغام درنو ګزارو ته واوروي اغلې یوسفي نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم حضار گرامی، فرهنگیان عزیز، خواهران و مادران محترم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته پیام کانون فرهنگی علامه فیضانی در کنفرانس 28 قبض سال 1401 کانون فرهنگی علامه فیضانی افتخار دارد که به توفیق خدای متعال کنفرانس علمی و تحقیقی به مناسبت بزرگ داشت از 50 سال روز 7 بار زندانی شدن شخصیت عارف و مکتبدار سترگ کشور جناب مولانا محمد عطاالله فیضانی و یارانش تحت عنوان اصلاح فرد و اجتماع از دیدگاه علامه فیضانی تدویر می نماید. شخصیتی که عمر گران مایه‌شان را صرف مبارزه برای آوردن اصلاحات فردی و اجتماعی و تحول جامعه عقب مانده به سوی ترقی و پیشرفت در سایه وحدت و یکتاپرستی نمود. آره، تاریخ کشور ما شاهد چنین فرزانگان در ادوار مختلف تاریخ بوده که حاصل کارشان مایه سعادتمندی اقشار و طیف‌های مختلف جامعه بشری خصوصاً جوانان بودند که میتوان از ابو حنیفه رحمت الله علیه پیشوای بزرگ احناف در بخش مذهبی از مولانای بزرگ بلخ متصوف و مقتدای شیفتگان رای حقیقت از سید جمال الدین افغان پیشرو مبارزات آزادی خواهانه کشورهای آسیایی و آفریقایی از ابو ریحان البیرونی ستاره شناس و دانشمند علم نجوم
از ابو علی سینای بلخی در تبابت که شهره آفاق بوده و از ابو مسلم خراسانی، سلطان محمود غزنوی و احمد شاه درانی در عرصه فتوحات و کشورکشایی و غیره بزرگان و مفاخر میتوان نام برد. از آن میان علامه فیضانی، فیلسوف، انسانشناس، عارف، مبارز حق‌گو، عالم عامل و نویسنده آثار گوهربار می باشد که در عرصه های مختلف چون خودشناسی، خداشناسی، اقتصاد، سیاست، جامعه شناسی، عرفان، تصوف و بخش های دیگری نوشته که تا هنوز قلم نویسندگان و فکر متفکران بدان سو کمتر جولان کرده است و مخصوصاً اسرار گرانبهای سلامت قلب را که تا هنوز در لایه‌های ابهام باقی مانده بود و با جز از پمپ خون کارایی بیشتر را معاصران و متقدمان و آن قائل نبوده و نیستند بیرون کشیده است. علامه فیضانی نه تنها یک عالم روحانی و فقهی بود بلکه یک مبارز آگاه و تحلیلگر دانا نیز بود که ضمن تحلیل وضعیت زمان خودش که مردم را از وقوع حوادث آگاه می ساخت، همچنان با فراست ایمانی که داشت آینده نگری چندین دهه بعد را نیز شرح دادند تا نسل‌های پسین نیز به دام توطئه‌های ناجوان مردانه استعماری نیفتند. علامه فیضانی رهبری بود که خود را قربانی دین و مردم ساخت، نه دین و ملت را فدای امیال نفسانی خود و خانواده خود. علامه فیضانی یگانه رهبر بود که ماندن و بودن در کنار مردمش را به قیمت جانش خرید و نخواست با خوردن نان و تمویل و حمایت بیگانگان فرمان بردار آنها گردد. مولانا فیضانی عالمی که عمل و تقویش مزداق ادعایش بوده و نه تنها عالم دین و نویسنده توانا بلکه مبارز مستانه و دایی الله و دعوتگر با حکمت، جوان مرد با مروت و سیاست مدار با فراست نیز بود. او که نویسنده آثار الهام شده از جانب حق بود، شیوه های مؤثر زودرس حصول قرب و معرفت الهی را به استناد آیات کلام الله مجید و ارشادات گوهربار حضرت سید المرسلین در دو بخش ذکر و فکر نهادینه ساخت و با آینه قرار دادن خودشناسی و طرح ترازوی ایمان، اقرار به زبان و تصدیق به قلب را به آینه قابل فهم ساخت. اینجاست که ملت ما از نبود همچون یک رهبر سالم ایمانی و مکتبدار فکری آزموده شده ای که فارغان آن به ابنای زمان نکوا و خادم باشند رنج میبرد و با تأسف گره ای که میشد به دست باز شود حالا بدندانم باز نمی گردند. زیرا که بدون نقشه راه درست و رهنمای دلسوز و آزموده شده امکان نجات از این تهلکه دیده نمی شود. لله الحمد که مکتب توحید و رهبری سالم آن در این آشفته بازارهای خودفروشی و وطن فروشی، جنایت و برادرکشی، تعصب و نفاق اندازی، سمت‌گرایی و زبان پرستی و دهها امراض معنوی دیگر سالم بدر آمده و ضمناً کادرهای مؤمن و مخلص به دین وطن را جهت خدمتگزاری صادقانه بدون نظرداشت‌های مادی تربیه نموده است. تا خداوند جل جلاله بخواهد به زخم‌های ناسور ملت مرهم گذاری نماید و به جای آقایی و بابایی بر ملت مظلوم و رنج کشیده خدمات بلندتر از توان را برای خوشنودی خدای متعال و آرامی خلق او را بنماید تا باشد ارقای گم شده ای سعادت نصیب ملت ما گردد. در کنفرانس امروزی پیرامون اصلاح فرد و اجتماع از دیدگاه مکتب علامه فیضانی و معرفی اجمالی آثار و افکار جناب ایشان بحث خواهد گردید. امیدواریم که تا حد توان حق موضوع ادا شده و مورد قبول حضار گرامی و عالی قدر قرار گیرد. تشکر از توجهتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سالها شد که ز نامت خبری نیست که نیست، زان هیاهوی کلامت اثری نیست که نیست، به سوی همه آن کارت نظری نیست که نیست، حیف که در بند غمت چشم تری نیست که نیست.
جهان سپاس به امتران از هوگیجان یوسفی، مسئول بخش خواهران کانون فرهنگی. و حالا در این بخش از برنامه متدر سخنان ارزشمند و مفید محترمه استاد فخر بنات صافی هستیم. استاد فخر بنات صافی. ثنا و صفت مر خدای را که همه جهان و جهانیان را خلق کرد و تنها زیبایی و پاکی قلب بندگان را دوست دارد، نه ظاهر ایشان را. و درود به حد و حدود بروان سرور دو سرا حضرت بهترین عالم محمد مصطفی صلی الله و علیه و سلم. سلام به همه رهروان اسلامیت و انسانیت و به حضور همه شما حاضرین تالار. چگونه می توانیم جامعه بدون تبعیض و عادلانه داشت؟ سوال بسیار جالب است که همیشه در فکر همه ما مردم این خطور میکنن که ما همه مردم ما علاقه دارن که یک جامعه داشته باشیم که هم در او عدالت باشه و هیچ فرق سیاه و سفید و نژاد و زبان و قوم نباشه. و اینجا امی سوال کردن که ما چی کنیم، چه قسم امی جامعه را، یعنی یک جامعه بدون تبعیض عادلانه داشته باشیم. این یک سوال است. این یک حقیقت امکان ناپذیر است که هر عضو و پدیده در طبیعت دارای اصول و فروحات می باشد و جوهرشناسان مدارک هر شی را از بود اصلی آن مورد تحلیل و ارزیابی قرار می دهد. از این رو جامعه بشری متشکل از اجتماع افراد، یعنی مرد و زن، پسر و دختر می باشد. پیرامون کاربرد و نحو استفاده و فعالیت ها در همه عرصه های فردی، اجتماعی، شخصی و رسمی از لحاظ جوهر اصلی آن که تمام صفات و کیفیت و ظرفیت که به اساس آن انتخاب و برتری دهی قرار می گیرد، ارزیابی و ارزش‌سنجی می شود. از این رو با صراحت گفته می توانیم که انسان ها از نظر عقول سلیم و اهل دانش و جوهرشناسان واقعی در راستای علوم انسانی و اجتماعی از بود اصلی این موجود ظاهراً دو پای متحرک به نام انسان مورد مطالعه، تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد. هر بشر از روی معنا و اصل آن مورد احترام و قدردانی یا به اصطلاح دیگر برایش قیمت و ارزش قائل می شود. پس زیربنای اجتماع یا به اصطلاح وسیع کلمه جامعه که همانا مجموع افراد و در آن فرد مورد بحث بوده، دارای اصول و فروع بوده که این اصول بوده شخصیتی وی را در جامعه مشخص می دارد و طبق آن هر فرد را به جای مطلوبش مشخصا قرار می ده. پس زمانی که جسد آدم علیه السلام را از فشرده خاک و یا گل نمناک اعمار شد، خالق این مصنوع را با دمیدن روح در کالبد و نفخت فیه من روحی به این اصل که همان روح در جسد گلی یا خاکی بوده، ملائک به سجده تکریم افتادند. ولی اکنون می آییم به اصل موضوع و
و یا پرسش اولی خیش جامعه بدون تبعیض و عادلانه داشت. آیا کسی ثابت ساخته می تواند که خداوند جل جلاله او در قرآن و رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیث مبارکه خیش اصل روح را با مذکر و مؤنث تقسیم نموده باشد؟ یعنی خداوند جوجو بین مؤنث و مذکر هیچ فرق نورده. در قرآن نگفته که قرآن تنها بر مرداست، بر زن مرد نماز هم فرض کرده، روزه را، زکات، همه چیزه. آیا صفت بزرگ و اصلی این آن مزج دارای جوهر روح در نزد خالق نسبت به سایر امنوانش مورد تکریم و ارزش بالای قرار گرفته و آن را منسوب به تقوا و پرهیزگاری نموده، دارای تقوای مردانه و زنانه تقسیم نموده باشد؟ یعنی تقوا را در بین زن و مرد تقسیم نکرده که تقوای مرد با ارزش است، از زن نیست. مهم تقواست، چی زن باشه چی مرد. در صورتی که تقوا در مفهوم اصل کلمه و صفات واحد است، ولی نحو کاربرد آن و رعایت آن در فعالیت و زندگی این موجود به نام انسان به اساس اصل عدالت تفاوت‌های دارد. پس هرگاه نزد همه ما علمن و عملن 100% ثابت گردید که روح انسان مهم است، نه جسدش. آن وقت شاهد یک جامعه سالم دارای عناصر سلیم آری از هر نوع برتریت جویی جنسی، زبانی، قومی و نبود هیچ نوع تبعیض، خشونت و فساد خواهیم بود. نکاتی را باید یادآور شد که مولانا صاحب فیضانی لب و لباب قرآن را از بخش فقه شریف برای ما و قسم اذکار و اوراد و معصر تنظیم کرده که خواندن کلمه شریف قلب را مصفا می‌کند. همه اذکار شریف را که مولانا صاحب برای ما کتابی هم است و بنام دلیل ذاکرین و غیر از او خود نماز و ذکر شریف، روزه، زکات، حج، کعبه شریف را همیشه برای ما تشریح کرده مولانا صاحب و از فقه شریف و ملوب و لباب شکشیده و به قسم از کار اوراد به ما تنظیم کرده که امی خود هر بخشش براتان بسیار خلاص تشریح میکنم که خواندن کلمه شریف قلب را مصفا میکند، نماز انسان را دور از گناه میکند و گرفتن روزه ما را آرام و دور از مضریت ها مینماید. زکات دادن ما را شجاع میکند. یعنی شاید بگوییم که زکات چطور شجاع میکند؟ زکات بسیار کم کس است که از دلش همین میگه، یعنی مال تا که تو میتی، یعنی خود یک شجاعت دل میخواه، یعنی سرنفس بسیار فشار میه که تو وقت زکات میدی، یک چیز قیمتی تا میدی یا پای پول تا میدی، این خودش انسان شجاعت میده. زکات دادن ما را شجاع میکند و رفتن به خانه کعبه شریفه و یا دیدن خانه کعبه شریفه از طریق تلویزیون و رسانه های اجتماعی عدالت و برادری و برابری را برای ما میآموزاند که در آن جا رنگ، پوست، زبان، لسان، جنسیت، رتبه کدام اهمیت ندارد. در کعبه شریف کلتان شاهد است کسایی که خصوصا حج کرده خدا حجشان را قبول کنند و ما کسایی که نرفتیم خود اینجا کعبه شریف از طریق تلویزیون ها میبینیم که در اونجا به هر مملکت و هر لسان و هر نژاد هستند و اینجا هیچ
تبعیض نیست و عدالت خداوندی جلجو اینجا است. تنها انسانیت و اسلامیت مهم است و همه یک نوع و به یک طریق حج را انجام می دهند. این است عدالت خداوند جل جلاله در برابر بنده هایش و ما باید این عدالت را سرمشق خود ساخته تا باشد یک جامعه بدون تبعیض و عادلانه داشته باشیم و در رفاه و همدلی زندگی کنیم و امید کامیابی های چشمگیر رهروان راه اسلام. از توجه همه شما قلبا تشکر میکنم. بشر هغه وخت د ځمکې پر مخ په سوله او هوساینه کې ژوند کولی شي چې د انسانیت عمر د تجزیې او تحلیل لپاره منظمه درسي ټولګي پرانیزي او عملاً زده کړه پیل کړي تر څو وپوهیږي چې وسوسې او فاسده عملونه له کومه کیږي او ولې یو سالم انسان احساساتي او بدۍ ته اړ کوي. علامه فیضانی د شش جام به تقوی ایمان اثر. له محترم ښوونکي فخر البنات خلیل صافي څخه نړۍ مننه. د غونډې په دې شیبو کې له اغلې قدرمنې خور فرشته جان نوري څخه په ډېر درنښت هیله کیږي چې دریس تشریف راوړي او خپله مقاله چې د علامه فیضانی د مکتب په اړه معلومات دي درنو ګزارو ته واوروي. اغلې فرشته جان نوري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. بشک عرض سلام و شاد باش خدمت شما امراهان گرامی. حضور پر از صمیمیت و مودت شما در کنفرانس هفتمین بار زندانی شدن علامه عطاءالله صاحب فیضانی را ارج می نهیم و مقدمتان را گرامی می داریم. گرچه زبان از چگونگی فضایل و برتری مکتب توحید کوتاهی می کند، بی مورد نخواهد بود که با استفاده از وقت در این کنفرانس پرشکوه نظر بر نیاز زمان و مکتب توحید بیندازیم. طور که شاهد استیم، با آمدن هر رژیم و تحول در افغانستان، مردم افغانستان از ظلم، قتل، دزدی و قوم‌پرستی دست بر نداشتند. پس اینجاست که درد مردم از ناحیه دیگر است. مردم با پشت سر گذشتاندن هزاران دردهای مادی و معنوی درک نکردند که چگونه دردهایشان را درمان نمایند، چون طبیب خود را نشناختند. از اول خلقت آدم علیه السلام دو اصل به نام روح و نفس که عامل آن دو ملک و شیطان است در بدن انسان وجود دارد و انسان در این کشمکش نیاز به یک روش و طریقت دارد تا حقیقت وجود خود را دریابد. خوشبختانه علامه صاحب فیضانی قانون ساخته است تا به انسان انسانیت و به مسلمان موفقیت را نشان می‌دهد. قانون علامه فیضانی منحصر به یک سمت، یک نژاد و یک رژیم نیست. قانون است در برگیرنده تمام جهان. قانون است تا ناکامانشان کامیاب و کامیابانشان برگزیدگان رب الارباب اند. پس مردم نیازمند به چنین دولت است تا از راه محبت به خداوند متعال نزدیک و جاگزین این قدر وظام شود. مکتب توحید یگانه مکتب انسان ساز و رفع نیازهای معنوی اجتماع است، مخصوصا در جامعه امروز که بسیاری از ما به ضعف ایمان روبرو هستیم. بیایید کم عقبتر برگردیم. 1400 سال قبل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که بنیانگذار مکتب توحید و یکتاپرستی بودند برای ما آموخت تا چگونه به این دولت برسیم. بعد از قرنها مردم در پی اختلافهای ظاهری از دین و اصل معنویت باز ماندند، تا اینکه 50 سال قبل مولانا محمد عطاءالله صاحب فیضانی این گنج پوشیده هزار ساله را برای ما فاش کرد و معنویت و اصل دین را در قالب خودشناسی و خداشناسی برای ما تعلیم داد. و این جهاد خیلی هم آسان نبود. از 7 بار زندانی شدن گرفته تا شکستاندن 20 هزار تا چوب بالای یک انسان. پس ما باید قدر این آثار معنوی را بدانیم. شاید بیشتر به گوش من رسیده باشد تا از آثار و میراث فرهنگی خود حفاظت کنیم. حالا ما چقدر از میراث معنوی خود حفاظت کردیم؟ همانطور که آثار فرهنگی نشانگر هویت یک ملت است، آثار معنوی نیست نشانگر هویت یک مسلمان است. چنانچه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می فرماید:
امتهای من وارثین دین هستند. مکتب توحید یگانه مکتب تکنولوژی سلامت بشر است. ما انسان‌ها همیشه برای مادیات و اشیای بی‌جان تکنولوژی ساختیم و همیشه کوتاه‌ترین راه ارتباط را به افراد و حتی سیارات دیگر پیدا کردیم. اما با وجود آن که خودمان کوتاه‌ترین راه رسیدن به خداوند متعال را نمی‌دانیم و تکنولوژی سلامت بشر خود را ندانستیم. و اما مکتب توحید یگانه مکتب است که کوتاه‌ترین راه رسیدن به مطلوب را عشق می‌داند. مکتب توحید یگانه مکتب برای رشد معنوی مغز و قلب است. خوشبختانه علامه سای فیضانی برخلاف بعض از علما یک دانشمند علمی و تحقیقی است تا عالم احساساتی. وی خواست تا به نقش قدم حضرت ابراهیم علیه السلام رفته و اثبات وجود خداوند متعال را از طریق اندیشه و تفکر بیان نماید. در این زمان ما نیازمند به چنین مکتب هستیم تا در آن خود را بشناسیم و آینه باشد تا امراض قلب خود را شناسایی کرده تا وسیله درمان آن را دریابیم. پیروان مکتب توحید از آداب سخن گفتن گرفته الا رسیدن به بُعد چار می آموزند. در این زمان اشد نیاز به چنین مکتب است تا از دست و زبان هیچ یک از افراد به کس آزار و آسیب نرسد. برعلاوه به هدف که در این دنیا آمدیم کار کنیم تا به معرفت خداوند متعال برسیم. زمانی که علم یک عالم فراتر از مرزها می رود، از بحث قومیت، نژاد و حزب می گذرد و به آن نهضت می گوییم. پس نه تنها نیاز کشور افغانستان بلکه نیاز جهان به مکتب انسان ساز توحید است. در این زمان نیاز مبرم جامعه امروزی به رشد اقتصاد، سیاست و مهمتر از همه معنویت است که 50 سال قبل ادای الا الله مولانا محمد عطاالله صاحب فیضانی در مورد اقتصاد، سیاست و معنویت از خود کتاب‌های برجا گذاشته است. مکتب توحید یگانه مکتب است که آدار مرگ شیطان و مدرسه برای تقویه ایمان است. ما همیشه لوایح تحت نام احکام، تفسیر، تجوید دیدیم، ولی در هیچ جا ندیدیم که مدرسه برای تقویه ایمان ما باشد. ولی خوشبختانه علامه فیضانی عالم بود، دانشمند است که مدرسه برای تقویه ایمان را برای ما تعلیم می‌دهد. علامه فیضانی ضعف اجتماع را از دو نگاه بررسی می‌کند. اول ضعف اقتصادی و دوم ضعف معنوی که فی‌الحال هر دو ضعف دامنگیر وطن ما شده است. همچنان علامه فیضانی چنین تعریف از دین مبارک اسلام دارد: دین مبارک اسلام از هر پهلو خیر و بهبود اجتماع را در نظر دارد و پیروان خود را به حیات مسالمت آمیز و خوشی که مقصد آن نزاهت، مطلب آن اتفاق، اساسش همدستی و نتیجهش خداشناسی است سوق می دهد. و علامه فیضانی اسلام را نور می داند که در قلب جا می گیرد. اسلام ظاهر نیست، اسلام حزب نیست، اسلام قومیت نیست، اسلام نور است که فقط در قلب جای می گیرد. مکتب توحید برخلاف مکاتب دیگر مکتب است عملی. دولت‌ها و رژیم‌های دیگر شعارهایی می‌دادند که در آن ماده اولویت داشت و همه با همه بر اساس تئوری استوار بود، مانند دولت پیشین که شعارشان این بود که حساب می‌دهیم و حساب می‌گیریم. و چون شعارشان بر اساس دین مبارک اسلام استوار نبود، دولت از هم پاشید و فرار نمودند. برعکس علامه فیضانی با هر گونه، با وجود هر گونه شکنجه و ظلم، شعارش این بود که ثابت قدم بمانید و مقاومت کنید. مکتب توحید با وجود آن که سفسطه سرایی نمی نماید و مادر را هدف قرار نداده، بلکه مادر را هدف رسیدن و وسیله رسیدن به معرفت خداوند متعال می دانند. در نتیجه ما باید پیرو چنین مکتب باشیم تا در آن انسان تربیه می شود. با وجود هر گونه ممانعت‌های فکری و قلبی، با وجود هر گونه شکنجه‌های مرئی و نامرئی، چون راه درست ممانعت‌های زیاد را به همراه دارد. مکتب توحید یگانه مکتب است تا اسرار پوشیده قرآن کریم را تعلیم می‌دهد، برخلاف مدارس دیگر که فقط قرآن کریم را زبان فرق نموده و بالای حروف آن می‌پیچد. ادیسون با اختراع کردن یک لامپ چنان شهرت پیدا کرد که حالا تمام کشورهای جهان از او شناخت دارند. اما علامه فیضانی با کشف کردن چراغ معرفت که سالها در تاریکی های جهل پنهان بود، چقدر خواستیم تا از شخصیت وی آگاه شویم. بر علاوه که نخواستند، کوشش بر خاموش کردنش هم کردند
ولی به یاری از خداوند متعال موفق نشدند. پس ما باید این چراغ معرفت را چنان حفاظت کرده و تا آخرین رمق حیات مانند بیرق پیروزی در دست گرفته و به سرزمین های دیگر برسانیم و این چراغ آسان به دست نیامده را به یاری از خداوند متعال حفاظت نموده تا نشود که کفار با مادیات خود معنویت ما را بدوستند و این استقلال معنوی را در سر تا سر جهان حاکم فرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شدم از جان و دل وابسته و شیدای فیضانی، شدم از جان و دل وابسته و شیدای فیضانی، روم بی باک و مستانه به نقش پای فیضانی. جهان سپاس از محترمه فرشتگان نوری که چه زیبا و عالی درفشانی نمودند. دلم پرواز می‌خواهد، دلم پرواز می‌خواهد که گرد کهکشان گردم، با پرواز آیم و گردم فلک پیمای فیضانی. و حالا به رسم ارادت و ادب دعوت می‌شود از محترمه زهره جان اشهدی، محصل ادبیات زبان انگلیسی که مطلبی در مورد خودشناسی خداشناسی تهیه نمودن به خوانش بگیرند. محترمه زهره جان اشهدی. به نام آن که جان را نور دین داد، خرد را در خدادانی یقین داد، ز دانش به اندر جهان هیچ نیست، تن مرده و جان نادان یکیست. السلام علیکم خدمت شما حضار عزیز، امید که صحتمند و تندرست بوده و تا این دم یک روز خوب و خوش را سپری کرده باشین. و در اول جا داره که ابراز کنم این جای خرسندی است که در این مکان جمعی از عالی قدران جمع شدن و درباره یک موضوع اساسی که مثل یک نفس کمکی برای عقیده در حال تضعیف برخی از امت اسلامی هست، اینجا جمع و گرد همایی کردن و همچنان بزرگداشتی از یک شخصیت فرهمند و عالی قدر به نام علامه صاحب فیضانی که شخصی بودن در صدد بیداری اذهان جامعه، حتی در نابسامانی های زندگیشان، حتی در مخالفت های شدیدی که با آنها روبرو بود، حتی در کنج زندان آنها به فکر بیداری اذهان جامعه بودن. و با اجازه شما عالی قدران، من مطلبی را تحت عنوان ارزش خودشناسی و خداشناسی خدمت شما ایراد می نمایم. اگر ما بخواهیم ارزش خودشناسی و خداشناسی را ما درک کنیم، باید نگاهی به رسالت پیامبران بیندازیم که رسالت پیامبران بر چهار محور اصلی که خداشناسی، خودشناسی و همچنان کتاب و حکمت هست میچرخد. و اگر در قسمت اول بخش خداشناسی هست که یک جایگاه والا و بالا دارن، وقتی ما بخواییم به خداشناسی پی ببریم، به نشانه ها و آیاتی که از طرف خداوند در قرآن کریم نازل شده که 1500 آیه اختصاص داده شده برای خداشناسی، و خداشناسی نقطه آغازین دین هست و محور اصلی دین. وقتی ما خداشناسی را میاموزیم، قلب های ما یک آرامش و یک لذت را کسب میکنه که این آرامش در هیچ چیز دیگری موجود نیست، چنانچه در قرآن کریم هم ذکر شده تنها با یاد خدا هست که دلها آرامش حاصل میکنه. و همچنان ما میتونیم که در بخش بعدی که از رسالت پیامبران هست، بخش خودشناسی هست و در این باب هم 1000 آیه نازل شده. و خودشناسی علمی هست که ما میتونیم در او انسان واقعی را درک کنیم و همچنان خودشناسی یک زمینه برای خداشناسی هست. چطور؟ وقتی که ما علم خودشناسی را میخوانیم، ما میفهمیم که چرا یک انسان مقام بالا دارد. چنانچه علامه صاحب فیضانی هم در این بخش سوالاتی از خدا ناباوران پرسیده که چرا انسان یک جایگاهی داره که دیگر موجودات ندارن، و وقتی که دیگران به این جواب میدن، طبیعتاً به خداوند رجوع میکنن و باور میکنن بله ربی هست، پروردگاری هست. وقتی که ما علم خودشناسی را میخوانیم، در اصل ما پی میبریم که مسئول خیشان هستیم، مسئول افراد دیگر هستیم، مسئول آباد کردن و بهتر ساختن جهان هستیم، و ما مسئولی هستیم که خود را اصلاح کنیم، و ما مسئولی هستیم که وقتی ما خود را اصلاح کردیم، طبیعتاً اتوماتیک جامعه هم اصلاح میشه. و همچنین
با خود علم خودشناسی ما به کرامت نفس، به اینکه عظمت خلقت الهی و همچنان به اینکه اهمیت روح آدمی در پرتوی است از انوار الهی ما پی میبریم. بارهای مختلفی است که ما بتانیم خودشناسی را بیاموزیم، مثل اینکه ما بتانیم هم آیاتی که ذکر کردم که 1500 آیه به خاطر خداشناسی، 1000 آیه به خاطر خودشناسی نازل شده، ما میتونیم اونا رو مطالعه کنیم. این نشانه هایی است که خداوند برای ما فرستاده تا ما خود را بشناسیم. و همچنان بخش احادیث را ما مطالعه کنیم، احادیث نبوی که خودش اهمیت خودشناسی و خداشناسی را ذکر کرده. و بخش بعدی کتب دینی هست و کتب بزرگوارانی مثل علامه سایف فیضانی. وقتی ما اینا رو مطالعه کنیم به خداشناسی و خودشناسی پی میبریم. و همچنان شناخت گذشتگان، ما وقتی که تاریخ گذشتگان را ببینیم، ببینیم اوها همچنان به خاطر اصلاح جامعه چی کار انجام دادن، آدم های خوبی بودن، ببینیم خداوند چی چیزها رو صدر در مقابل راهشان گذاشت. ما از اونها پند میگیریم، چه افراد خوب چه افراد بد. و همچنان بخش بعدی که در رسالات پیامبران ذکر شده، بخش کتاب هست، همان احکام هست، راست و چپ دین هست، حلال و حرام هست. و در این بخش هم 500 آیه نازل شده. وقتی که شما به تعدد آیات نگاهی بیاندازین، میبینید که بله، خودشناسی و خداشناسی آیه های بیشتری براش نازل شده، پس این اهمیت بیشتری داره. و متاسفانه فعلا در جامعه و امت اسلامی به این باور هستن که ما فقط 5 وقت نماز بخونیم، یک ما روزه بگیریم و یک زکات بدیم، اون هم بریا، و بعضی وقت مردم هم بریا حج میرن و فکر میکنن این هم فقط این اسلام است. نخیر، این اسلام نیست. در اسلام 3% فقط دستورات و ممنوعات است و 97% دیگر بخش اخلاق است، رابطه با خداوند است. این بخش ها را اون احاطه میکنه. پس ما اول باید خود را بشناسیم، خدا را بشناسیم، بعد از او بیایم سر احکام. وقتی که یک نفر خدا را شناخت، خود را شناخت، طبیعتاً احکام برایش لذت بخش میشه، انجامش بده. حتی او حرام هایی که خداوند گفته که این کار انجام ندید، با یک عشق او را انجام نمیده، چون خدا را شناخته، خدای حقیقی را درک کرده. و بخش بعدی که در رسالت پیامبران هست، بخش سیاست شناسی هست، بخش زمامداری هست. و ما فعلا با نظر به تعداد آیاتی که نازل شده فهمیدیم که خودشناسی و خداشناسی چقدر ارزش داره. پس ما چرا این علم را از مکتب توحید و از کتب ابرمرد تاریخ که یک شخص ابرمردی هستند در بخش علم روحانیت، چرا از گفته های ایشان ما یاد نگیریم؟ کتاب کتاب علامه سایف فیضانی تمام بُعدهای زندگی ما را احاطه کرده. ببینیم هر بُعدی که ما مشکل داشته باشیم، از کتاب علامه سایف فیضانی ما میتونیم استفاده کنیم، میتونیم مشکلات خود را ما حل بسازیم. و همچنین کتابهایی که علامه سایف فیضانی نوشتن، یک دو تای از اونها رو ما مثال میدم که ما خود فعلا داریم اونها رو میخوانیم، که کتاب ششم به تقویه ایمان است و هر شش جامعه ای به حیثیت آب روحانیت و معنویت را داره. و ما میتونیم با این شش جام ما تشنگی معنوی خود را رفع بسازیم. و بخش کتاب دلیل الذاکرین که هست، در کتاب دلیل الذاکرین ما عقیده خود را میتونیم استحکام ببخشیم و اهمیت ذکر میگه و آرامشی که ما با ذکر حاصل میکنیم. این هست کتاب علامه سایف فیضانی. و همچنین این کتاب باعث میشه که ما یک نسل جوان نخبه تربیت کنیم، به خاطر اینکه این نسل جوان نخبه مشتی باشه بر دهان غرب، برای کسانی که شب و روز در صدد این هستن که عقیده ما را تضعیف بسازن. ولی مکتب علامه سایف فیضانی باعث میشه که ما عقیده خود را استحکام ببخشیم. و همچنین در پایان صحبت های خود میخوایم تشکری کنم از تمام اعضای این کانون که زمینه سازی کردن ما بتانیم از این کتاب ارزشمند علامه سایف فیضانی، از رسائل او، از گفته های او ما مستفید بشیم. و بخصوص از استاد ننگیالای یوسفی که بسیار با وضاحت و بسیار زیبایی برای ما درس میدن این کتاب را، و همچنان از مدیر صاحب ناجی نوابی و از دیگر نگران ها، بخصوص از نگران صنف ما که دیباجان کاظمی هستن و اینها زمینه سازی کردن که ما از راه دور از طریق آنلاین این درس را بخوانیم. تشکری خاص میکنم ازشان. با سلامت باشین، با عزت باشین و تشکر از توجهتان. زړی مبولا ترکانای د صحرا دی، زړی مبولا ترکانای د صحرا دی، پلی دو د زخمی زړه چې زخمی نشي. ډیره مننه له اغلې قدرمنې خور زهره اشهدي څخه، واقعا ښکلې او په زړه پورې او زړه راښکونکې خبرې وکړې. د غونډې په روان بهیر کې له قدرمنې او ګرانې خور ډاکټر صاحبه زلیخا خلیل حنیفي څخه په ډېر ادب او احترام غوښتنه کوو چې ستیج مخې ته راشي او خپل چمتو کړې مقاله درنو ګډونوالو ته واوروي. اغلې زلیخا خلیل حنفي،
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آغلو او د دې پر نور انوار منور غونډې ګډونوالو ته د زړه له تله سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ویاړم چې د داسې یو شخصیت په لمانځه غونډه کې د ویناوال په صفت برخه اخلم، چاته چې مجنون هم د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره د مینې او سرخندنې دریافته د تعظیم سر ټټوي. او په دې اثر کې د الهي مینې یو ځانګړې بېلګه ده. زما د مقالې سرلیک د علامه صحیح فزانی د په اړوند د علماو، پوهانو، لیکوالانو، شاعرانو او تاریخوالو اندونه او یادونو څخه یادوري ده. مولانا محمد عطا الله صحیح فزانی مبارزه، سرخندنه د دین، هیواد او ملت لپاره په عمل کې ثابته کړې وله. او هغه ورشنده رباني ویناوال چې مرزمی ده وګړي هم الهی انوارو مالامال سب سپاند سمندر څخه د خپلې پوهې په کچه مرغلرې راټولې کړې دي او د تاریخ زرینو پاڼو ته یې د رښتینې واقعیت د خوندیتوب لپاره سپارلې چې راتلونکي نسلونه یې د خلاصون لپاره بې محور راوڅرخېږي چې بیا د ښکېلاګرو د اور سنتو کې ونه ګرځي. ستر جنرال ګلزارک صدران صاحب په درسونو عبرتونو نامې کتاب کې داسې لیکي: د اسلامي انقلاب ستر ارمانجن علامه صحیح فیضانی چې د خپلې اسلامي پوهې په سمندر کې د اسلامي انقلاب د بیړۍ بادبانی کوله، ده هم په خپل وار سره د وخت د دولت حکومتونو د سیاسي کړو وړو په تحلیل کې د سرو کفر ژورې کندې ته د افغانستان د ملت ورلوېدلو پیشبیني کړې وله. د خپل اسلامي درک له مخې یې خپل شاګردان راټول کړل. دوی د سرو کفر سره د مقابلې په منظور له هر څه لومړی د جهاد اکبر په روح سمبالول غوښتل، تر څو د سرو کفر سره په وسلوال جهاد کې بری ورته په برخه شي. رښتیا هم چې لوړ شخصیتونه د لوړو غرونو په څیر دي، هر څومره چې ورنږدې کېږي هغومره لوړېږي. لکه ډګر جنرال علم شاه مومند په خاوره اخبار کې په کال 1906 کال کې داسې لیکي: علامه صحیح فیضانی د پامیر، همالی او دنیا د نورو لوړو غرونو څخه ډېر باثباته و. د علامه صحیح فیضانی همیشه په ممبر، سټیج او زندان کې همدا آواز کاوه، همدا چغې وهله: ای د جهان مسلمانانو، راټول شئ او د لوی عظیم الشان خدای جل جلاله په حبل المتین باندې منګولې خطې کړئ. شهید جنرال عبدالحکیم کټوازی په بلاغ اخبار کې په کال 1944 کې داسې لیکي، وایي: علامه صحیح فیضانی د ژوندانه لوی هدف تبلیغ او د تبلیغ له لارې مبارزه وه. نو په دې اساس یې غوښتل چې یوه مطبعه ولري. د ده په مقابل کې خنډونه ډېر ول، نو د موانعو د لرې کولو لپاره یې له ځینو مقاماتو سره ټکر کاوه. په دې لړ کې به زه له ده سره د وظیفې په اساس او دی به له ما سره د مبارزې په خاطر مخامخ کېدم. کله چې په زندان کې له دوی سره د شکنجې له لارې پیشامد وشو او غوښتل یې چې د ده د اسلامي دعوت غږ چوپ کړي او خوله یې ورپټه کړي، زه شاهد ومه چې حضرت مولانا صحیح فیضانی په مجلس کې د اسلامي دعوت په خاطر له 15 تر 16 ورځو پورې مسلسل خوراکي اعتصاب وکړ، چې دا کوم آسانه کار نه ده او عادي انسانان دا کار نشي کولی. دا ایماني قوت واړي چې په هر چا کې نشته. جناب مولوی عبدالقدس پغمانی در کتاب آینه یده چنین می نویسد: آن وقت که مولانا صحیح فیضانی مبارزه می کرد، تمام مردم افغانستان آرام در خانه و کاشانه خود بودند. در جریان مبارزاتشان جناب ایشان نان خشک یا ترشان را از دسترخوان خود می خوردند و اسیر و برده و غلام کسی نبودند. اما امروز بودند ما چی شد؟ ما کجا هستیم و به دسترخوان کی می خوریم می نوشیم؟
علامه سفیزانی جرأت داشت، صراحت داشت و حقایق را آشکار، حقایق را آشکار به مردم می گفت و هیچ وقت اصلا علامه سفیزانی جرأت داشت، صراحت داشت و حقایق را آشکار به مردم می گفت و از هیچ کس اصلا ترس و حراس نداشت. جناب غوث الدین فایق وزیر فواید عامه جمهوری سردار محمد داود خان در سال 1367 می نویسد چنین می گوید که مبارزات مولانا سفیزانی 3 هدف اساسی را احتوا می کرد. اول، اعلای کلمت الله و جلوگیری از کمونیسم. دوم، استقرار یک نظام عدل الهی از طریق آرای عامه در کشور. سوم، استقلال، آزادی، پیشرفت و ترقی جامعه افغانی. جناب قاضی محمد وقت امین در کتاب آینه یادها چنین می نگارد حضرت مولانا سفیزانی در تاسیس تحریک اسلامی توجیه افکار جوانان و تعریف اساسات و اصول و رهنمودهای اسلامی و قرآنی که جامعه به آن اشد نیاز دارد سهم و بهره زیاد داشت و دارد. جناب سخاه روی در اخبار خاورا در سال 1367 چنین می نگارد می نویسد صحبت علامه سفیزانی صیقل دهنده آینه جان بود. در نگاه او تجلی نور خدا دمیده بود. زندگی اش ذکر خدا و محبت خدا تشکیل می داد. اثراتش گفتنگیز اخلاقش قبله مریدان و جان عارفان بود. شعارش حق پرستی و ثمره زندگی اش انس الفت با خدا بود. این مرد خدا با قدم دل رحمه رفت تا به منزلگاه مقصودش برسد. جناب مولانا ولاجان وسیف پر آینه یادها کتاب کی صدا سلیگی و یه هاگو وقت چی ده کمونیزم فلسفه پو حیوات کچانه بشندلا خلقو تا کمونیزم باغ و بوستان خکاری ده کمونیزم تیار چانه ولیدلی مگر یوازی مولانا سفیزانی د کمونیزم په فلسفه رساله لیکلی او هغه شپې اورده چې په هغو پسې راتلونکې وي او اوس مسلمانان له هغې سره مخ دي. له دې نه یې څه وخت وړاندې دا ټول درک کړي وو او د غافل نظام په وړاندې یې دا رسالې راویستلې وې. استاد محمد ملک مستنیان صاحب په وینا وایي جناب علامه سفیزانی د جناب علامه سفیزانی ایمان، اخلاص، صداقت، محبت، شفقت او د وطن دوستی یو الگو وه. د وطن دوستی الگو او نمونه وه. هغه زموږ د سفر او کاروان مشر او رهنما و. د مولانا صاحب تحریک یو اسلامي تحریک و او دا د ملت د آزادۍ او ویښتوب تحریک و. دا د ملت د آزادۍ او ویښتوب تحریک و او دا تحریک به په ګډه سره جاري ساتو انشاءالله العزیز. د استاد عبدالباری غیرت په زړه پورې لیکلي وایي موږ د نور په نظر او د نور په قضاوت د قضاوتونو له مخې علامه سفیزانی نه پېژنو. موږ خپل فکر لرو، موږ خپل قضاوت لرو، خپل تفکر او تدبیر لرو او موږ پوهیږو چې علامه سفیزانی د اسلام لپاره څومره هلې ځلې کړې دي. د اسلامي افکارو د تنویرولو لپاره، د خدای د وحدانیت د خپرولو لپاره او د اسلام د سرلوړي په خاطر جار بحث کاوه چې اوس هم زما په یاد ده. علامه سفیزانی په آزادۍ مین و. علامه سفیزانی په آزادۍ مین و، د آزادۍ پتنګ و او په همدې ډیوه همیشه څرخېده. مولانا سفیزانی یو فقیر مشرف شخصیت و، نیک صفته انسان او یو واقعي درویش و. علامه د علم و، علامه د فنون و، د څېرې جذابیت او خبرو یې خاص مؤثریت درلود. وایي د اسلام د جهان ستوری نورانی و، د اسلام د جهان ستوری نورانی و، د توحید علمبردار و یزدانی و. څومره ویاړ او افتخار یې په نصیب شو، څومره ویاړ او افتخار یې په نصیب شو چې د خدای په پاکه لار کې زندانی و. بیمانند د درګ او هرې د شندلی، بیمانند د درګ او هرې د شندلی، لوی عالم د اسلامي جهان بینی و. د قرآن په تلسکوپ کې جهان لید، د
قرآن په تلسکوپ کې یې جهان لید، د ژور نظر خاوند او پوهان و. غیرت وړاند د عقیدت کړ لوی استاد ده. غیرت وړاند د عقیدت کړ لوی استاد ده، ډک له فیض او برکت چې فیضانې و. عزیز الله انصاري صاحب وایي، وایي د چا چې مینه د محبوب د زړګي تل ته رسي، د چا چې مینه د محبوب د زړګي تل ته رسي، هغه عاشق به پر اختیار د یار محل ته رسي. د فیضانی په فیض به فیض یوسې د فیض له کوره، د فیضانی په فیض به فیض یوسې د فیض له کوره، څوک چې په فیض د لوی فیاض د فیض محفل ته رسي. علامه صاحب فیضانی په زړه کې یو ارمان درلود چې یو ځل خپل تعبیران ویچار کړېدلی او ځورېدلی افغانستان په اسلامي شریعت باندې سینګار، آزاد او خپلواک وکړي، او د لوی خدای جل جلاله په دربار کې د شکرانې لمونځ د ارماني زړه د پوره کېدو لپاره د قبول پړاو تېر کړي. د مددبار صاحب په وینا وایي، مېړونه نه مري. د مولانا صاحب فیضانی حرکت د برکت نه ډک و. دوی د الله اکبر چیغې د دستورو دلکشا شهنشاهي ماڼۍ په لړزه راوستې وې، او د واک خاوندان به یې مدام ترنه په ویره کې ول. دوی په زندان کې هم د یو زندانی په نوم نه، بلکې د یو ستر سپه سالار په څېر په ډېر جرأت سره شپې سبا کولې. نو ځکه دا په زغرده ویلی شو چې مېړونه نه مري. جناب مولوی محمد یونس خالص د بلاغ اخبار په یو بڼه کې داسې لیکي، وایي علامه صاحب فیضانی یو زبردست لیکوال، پیاوړی محقق، او د روحاني معنویت سرسره د اسلامي فلسفې متخصص هم و. هره لیکنه یې قرآني تفسیر، او هره خبره یې د کاڼي کرښه وه، او د لهجې د صراحت سره یې په پوره زړورتیا اسلامي دعوت چلاوه، او په دې لاره کې د هیڅ چا نه ډارېده. په آخر کې د خپلې وینا لمن په دغو اوسو بیتونو سره رانغاړم. قصیصه وایي، ټول ژوند مې په ټول ژوند کې لیدلی یو تصویر، تیریږي مې تر سترګو غلی غلی یو تصویر. جنت د ژوندانه مې د دوزخ په لمبو اوسو، جنت د ژوندانه مې د دوزخ په لمبو اوسو، ترې پاتې مې په زړه کې دی دا غلی یو تصویر. زما سترګو ته ولاړ د ویاړ او ویر په ګډ بهیر کې، دین مبارک اسلام ازر بهلو خیر و بهبود بشر را در نظر گرفته و پیروان خود را به حیات مسلمت آمیز و خوشی که مقصد آن نزاهت، مطلب آن اتفاق، اساسش همدستی و نتیجه از خداشناسی است سوق می دهد. رساله دلیل زاکرین علامه فیضانی. با تشکر فراوان از محترمه زلیخا خلیل حنفی از مقاله پرمحتوایشان که حقایق را بیان داشتند.